همراهان همیشگی مکریان، درود بر شما بیننده و شنونده آخرین اخبار کردستان ایران باشید. نخست سرخط خبرها. انتقال یک شهروند جهت اجرای حکم به زندان سقز. کشته و زخمی شدن دو کولبر در مرز سردشت. غیر استاندارد بودن محورهای ارتباطی شهرستان ماکو. استانهای کردستان و ایلام دارای بیشترین نرخ تورم. رهایی یک زندانی نقده‌ای از اعدام. یک شهروند اهل سقز جهت تحمل 17 ماه حبس به زندان منتقل شد. بر پایه گزارش رسیده به خبرنگار مکریان در سقز، روز یک شنبه 14 مهر ماه سال جاری، یک شهروند 23 ساله به نام آزاد صالحیان که توسط دادگاه انقلاب سقز به اتهام امنیتی به 17 ماه حبس محکوم شده بود، جهت اجرای حکم به زندان مرکزی این شهرستان انتقال یافت. لازم به یادآوری است نامبرده مهر ماه سال گذشته از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از 23 روز با قرار وثیقه 45 میلیون تومانی تا زمان تشکیل دادگاه آزاد شد. دو کولبر سردشتی بر اثر شلیک نیروهای مرزبانی کشته و زخمی شدند. بر پایه گزارش رسیده به خبرنگار مکریان در سردشت، بامداد روز سه‌شنبه 16 مهر ماه سال جاری بر اثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی مستقر در منطقه مرزی سردشت، یک کولبر به نام آزاد قربانی نژاد جان خود را از دست داد و کولبری دیگر به نام محسن مجروح گردید. بر پایه همین گزارش، آزاد قربانی نژاد متأهل و دارای دو فرزند میباشد. جاده های ماکو از استانداردهای کافی برخوردار نیستند. بر اساس اخبار منتشره، فرمانده پلیس راه استان آذربایجان غربی در گفتگوی اظهار داشت تامین نشدن ایمنی جاده از جمله اجرای رفوژ میانی، کمبود تابلو علائم و خط‌کشی و استفاده نکردن از نظر کارشناسی پلیس راه در بروز تصادفات جاده‌ای در محورهای شهرستان ماکو تاثیرگذار است که بایستی مسئولان دستگاه‌های مرتبط بیش از این نسبت به رفع نواقص و ایمنسازی جاده‌ها اهتمام ویژه داشته باشند. وی همچنین افزود به طور متوسط هر هفته یک نفر در این جاده ها جان خود را از دست می دهد. استانهای ایلام و کردستان همچنان دارای بالاترین نرخ تورم در کشور هستند. بر پایه گزارش مرکز آمار ایران، بررسی نرخ تورم در شهریور ماه سال جاری در 31 استان کشور نشان می دهد نرخ تورم در 6 استان از مرز 50% عبور کرده است. لازم به ذکر است در شهریور ماه سال جاری نرخ تورم در استانهای ایلام 51.9%، کردستان 51.1%، چهارمحال و بختیاری و خراسان جنوبی 53% و لرستان و خراسان شمالی 50% بوده است. یک زندانی محکوم به قصاص نفس در نقده از چوبه دار رهایی یافت. به گزارش اخبار محلی، مدیر کل امور زندان‌ها و اقدامات تأمینی تربیتی آذربایجان غربی گفت یک زندانی محکوم به قصاص نفس در نقده با کسب رضایت اولیای دم از اعدام رهایی یافت. همچنین در ادامه اظهار داشت این زندانی که به جرم قتل عمد طی 3 سال گذشته در زندان نقده منتظر اجرای حکم اعدام بود، با پیگیری مددکاران زندان و حضور مستمر در منزل اولیای دم سرانجام خانواده مقتول از شکایت خود صرف نظر کردند. از همراهی شما سپاسگزاریم.